אז הנה זה במודעת יקשד על חדמת שמוע סם, בדרו בתו המסוע לאיראן, ירו גופתוי, חיים דוש, ודר עם ברנומה, אוכיון דוקטור גרגוזלו, דוקטור מנוצ'ר רז מורו, וסיוב אשי אבסטו מורו יורי חנדו. הרגתוי דלו ברעוני ג'וונון על איראן, תוקנון ג'וון את עדוד זיהודיית, جوانان دختر و پسر رو گرفته. بله این هدف رژیم این بود که این ماجرای زندان اوین رو مثل سینما رکس آبادان یک داستانی بسازه که همه توجه ها به اونجا بشه و از خیابان ها دیگه مردم یه مقداری چهره رو به این طرف برگردونن و به مطالب زندان اوین برسن، ولی این کار نگرفت و به هر حال اوضاع احوال به یک شکل دیگری در اومده و این مسئله در حال حاضر بسیار مورد توجه هموطنان اون در داخل ایران، کسانی که زندانی دارن، به ویژه زندانیان سیاسی، اینا نمیدونن سرنوشت اونا به کجا کشیده و کوچکترین اطلاعی در این رابطه که چه کسی زنده است و چه کسی را کشتن در اون حادثه بیان نمی کنن. و درودی داریم به آقای سیاوش عبستای عزیز تا مطالبی که شما دارین آغاز بکنین، در لاولای مطالبی که بیان میکنین یه فرصتی هم بدین که آقای دکتر رزمارا رو بیاریم روی خط، بعد دوباره با شما ادامه بدیم. بسیار ممنون، شب و روز خوشی برای در حال همه شما دوستانی که این برنامه رو حمایت میکنین و مطالب جالبی بیان میکنین. براتون دارم آرزو دارم، آرزوی روزهای خوش و خبرهای بسیار جالبی که از سرزمین اون برسه که مردم ایران از دست این حکومت ظالمان و دزدان و فاسدان نجات بده کنه. کار به جایی رسیده، سوئیس که میدونین همیشه یک سرزمینی که مراقب پولا بود و امنیت کامل داشت، همه مردمی که پولدار بودن حساباشون رو در سوئیس میذاشتن چون امنیت داشت، الان اومده میگه حسابای این آدمای جمهوری اسلامی که میلیاردها آوردن اینجا گذاشتن باید اینا بسته بشه، اینا باید بررسی بشه. و این خودش یک ولوله ایجاد کرده در میان این دزدان و فاسدان و حکومت که پول در اونجا داره. بله بفرمایید آقای سیاوش عبستای عزیز. و برادر نازنینم مهندس امیر شجره عزیز. آقای شرفشاهی، ابتدای برنامه من یک کادو فقط برای خود شما دارم، به خاطر اینکه شما مرتب بارها از من اینجا میخواستید که بین آقای مکرون یه چیزی بگو و خلاصه اینا، و با اینکه یه هفته گذشته ولی چون برنامه شما هست برای برنامهتون هدیه دارم که آقای شهرتی ویدیوی دو دقیقه پخش میکنن. من ساعت 9:30 بامداد چهارشنبه گذشته و به ایشون گفتم که دنیا داره از جنبش زنان ایران پشتیبانی میکنه و دنیا پشت این قضیه است و تو چقدر خوبه که اولین رئیس جمهوری باشی که این کار رو بکنی، خصوصا رفتی دست دادی و این یارو رئیسی آبروی سیاست تو دنیا اینا رفته. ایشون همونجا چند ساعت بعدش یک توییت زد و بعدم من خبردار شدم، شب رفت توی تلویزیون کانال 2 فرانسه و خلاصه 10 ساعت طول نکشید که این جوان خوشتیپ برای شما این پیام رو برای ملت ایران داد و خیلی قاطع و محکم نظام جمهوری اسلامی رو محکوم کرد. حتی گفت من دست که میدم با این ترجمه داره زیرش ویدئویی که پخش میکنه آقای شهرتی، ترجمه میتونن دوستان بکنن، گفت من الان این عکسی که خودم میبینم با رئیسی راست دادم خجالت میکشم. آقای دکتر رزمارای مهربانم که بیان الان شما میشنوید میگویند آقای شرفشاهی فرانسه فلجه، یعنی الان بنزین پمپ بنزینا خالی، متروها پر، اعتصابات، یعنی شدیداً در شرایطی که فرانسه به نفت و گاز و امکانات ایران احتیاج داشت، پرزیدنت مکرون من ازش سپاسگزارم که پشتیبانی قاطع کرد از ملت ایران. آیه شهرتی اگه میتونیم فیلم رو ببینیم بعد من در خدمت باشم. بله من هم شنیدم خبرشو. بله بعد بله آقای تا فیلم میاد داره میاد. یه خبر دیگه هم خیلی خوب و خوش باز برای دخترای ایران،
برای مردم سرزمین آریایی داریم که همین امروز اتفاق افتاد. یعنی بچه ها، دختر ها، شهریاران ایران، ای گرد آفرین های ایران، شما بدونید که دنیا رو لرزوندید. الان دختر ایرانی، زن ایرانی، مرد ایرانی در دنیا اعتبار گرفته. آقای شرفشاهی، امروز که ما سه‌شنبه هستیم، با شما هستیم، دولت جدیدی در سوئد انتخاب شد. در این دولت دو تا خانم ایرانی وزیر شدن، یعنی رومینای عزیزم که 26 سالشه، رومینای پورمختاری 26 ساله شد وزیر محیط زیست سوئد، و خانم پریسا لیلی استراند 39 ساله، ببینین خیلی مهمه، شد وزیر فرهنگ سوئد. بعد اینها افتخاره. خب حالا فیلم ها میبینی پس آقای، این عکسشون میبینین، این عکس هیئت دولت امروز گرفته شده و در این عکس دو تا از خانم ها ایرانی هستن، رومینا و لیلا. این دو تا خانم ایرانی افتخاری برای ایران دوباره آفریدن در سراسر جهان که دارن سوئد رو رهبری میکنن. دو تا پست مهم، یکی محیط زیست و دیگری فرهنگ، به دو بانو. و یادمون نره آقای شرفشاهی، تأکید بکنم که رومینای عزیز، رومینای پور مختاری که وزیر محیط زیست سوئد شد، امروز 26 سالش، یعنی جوانترین وزیر در جهانه. حالا اینم پیام آقای مکرون برای شما و ملت ایران که ترتیب رژیم جمهوری اسلامی رو داد. بعد از اینکه در خدمت دکتر رزمان عزیز باشیم، من یک گزارش از زندان میبینیم و یک سردار رو به اطلاعاتی میرسنم. میبینیم بعد. On se poursuit en Iran pour la quatrième semaine. Des femmes, des hommes qui se battent pour leur liberté. Là aussi... Je veux dire très simplement mon admiration pour ces femmes, ces jeunes. Parce que c'est les femmes qui ont commencé avec courage à tomber le voile et à aller devant les armes. Mais aujourd'hui, ce sont aussi beaucoup de jeunes et des hommes qui se battent pour les droits des femmes. Et pour ce que ce combat a d'universel. Et donc, de manière très claire, la France condamne les répressions aujourd'hui menées par le régime iranien. Et nous tenons aux côtés de ces femmes. C'est un peuple souverain qui se bat pour sa liberté. Et vous avez serré la main d'Ebrahim Raisi à New York. Je lui ai parlé et je lui ai dit la même chose. Cette poignée de main, elle a choqué en Iran. Certains se sont dit, c'est un soutien au régime. Absolument pas. Et la France est là depuis des années pour montrer que nous nous battons pour d'abord défendre nos principes, défendre ces femmes et ces hommes, mais défendre aussi, je le rappelle, des Françaises et des Français et des binationaux qui sont aujourd'hui otages en Iran. Et aussi protéger la région, parce que l'Iran a mené beaucoup d'actions de déstabilisation et lutté contre la prolifération nucléaire. Donc nous sommes engagés. Mais là, de la même manière, et ça ne me fait pas plaisir, vous voyez sur la photo, quand je vois le président iranien, mais qu'est-ce que c'est que la diplomatie? C'est accepter de parler avec des gens qui ne partagent pas vos valeurs, qui ne partagent pas vos principes, avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Mais ça voudrait dire que c'est la sinon, réelle politique. Ça voudrait dire que c'est la réelle politique qui gagne toujours à la fin? Non. Ça veut dire qu'on ne fait pas le destin des peuples à leur place. Et qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Iran, il faut le défendre, le dire, le soutenir. Nous ne pouvons pas nous y substituer. Mais il faut reconnaître que quelque chose se passe depuis quelques semaines, et je veux le dire ici avec beaucoup de force, qui d'abord nous bouleverse tous, parce qu'il porte quelque chose de l'universalité du combat qui fait la France. Et ces femmes, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes mènent avec beaucoup de courage ce combat. Mais ils portent l'universalisme de nos valeurs. Et là où beaucoup, ces dernières années, ont voulu nous faire croire que le droit des femmes était une valeur régionale qui valait pour l'Europe, ils disent juste nous le voulons pour nous. Et que toutes celles et ceux qui sur notre sol ont dit le contraire se souviennent de ce que c'est que vivre sous ces régimes. Donc voilà, nous nous tenons aux côtés de celles et ceux qui se battent pour ces valeurs aussi qui nous ont faites et qui continuent de nous faire. Monsieur le Président, دکتر رزمارا در خدمتتون هستیم. مثل اینکه آقای شرفشاهی دایی جان رو به فرمایش دادید، دکتر رزمارا عزیز گوش میکنیم. اینم دیگه آقای شرفشاهی، شما این با این مکرون ما عصبانی بودید، من رو خواهش میکنم دیگه از این بعد این پشنه در بایده کردید که بایده بیاد دو تا از این کلمه ها بگه. بله شما ببینید که آقای مکرون بعد از اون بی‌مقداری که از خودش نشون داد، این روزا واقعا سنگ تموم میذاره و چجور تجلیل میکنه از دختران و زنان ایران و حرکتی که ملت ایران داره انجام میده.
بعد از این بیبرداریش بازم با ازش تشکر میکنیم که به خودش آمده و قاطعا دولت فرانسه دولت ایران رو مسئول اون دو فرانسوی که در زندان اوین زندانی هستن دانسته که مسئول جانشون رو دولت ایران به مسئولیت دولت ایران خواهد بود. به هر حال چرا شرفشنی همطور که دکتر قرهوزو و استاد اوستا گفتن وضع فرانسه بسیار مخشوشه، عملا فلج اعتصاب همه جا رو گرفته، وسایل رفت و آمد و به خصوص جوی که در اینجا هست برای اینکه یک دختر بچه 12 ساله رو یکی از همین از کنم پناهندگان که مال یکی از این کشورهای به حال عربی یا جای دیگری بوده، دختر 12 ساله بعد از تجاوز بهش کشته و این بسیار بسیار اثر بدی کرده که امروز در مجلس ملی فرانسه بسیار مخشوش بود و خصوصا خانم لوپن بسیار شدید نخست وزیر و دولت مکرون رو تحت سوال و واقعا تحت انتقاد برده. در حال جامعه شمشای ایران در یک زبان چرخش تاریخی باید دو مطلب رو روش تکیه کرد که اولا برای ابد این دار دسته ای که در ایران اینجور حکومت می کنن و جنایت می کنن اینها گناهکارن و بایستی که ملت ایران اینها رو از بین ببره تا قبل از این که حتی اینا محاکمه بشن. کسانی که مثل ولایتی، مثل خامنه‌ای، مثل تمام این گروه تبهکاری که از اطراف شد، به خصوص برای همیشه این اتیکت رو برای روی سپاه پاسداران زد که برای همیشه این سپاه و این سازمان یک سازمان تروریستی ضد ایرانیه و از همین اکنون باید ملت ایران همین جوانانی که اینجور با شروع شعف دارن خون میدن هر جایی که اینا رو میبینن هر طوری که میتونن اینا رو از بین ببرن. این مبارزه جناب شهرشاهی در این چرخش تاریخی زبان که با آزادی ایران حتما خاتمه پیدا خواهد کرد قهرآمیز خواهد بود. باید ایران از شر اسلام آزاد بشه، از شر آخوند برای همیشه آزاد بشه و واقعا این پدر مادرها و این پدر مادرهای بزرگی که اون بدبختی و فاجعه 1357 رو ایجاد کردن امروز این فرزندانشون این نوه ها و کسانی که بعد از این انقلاب به عرصه وجود آمدن و حالا دارن این طور فداکاری میکنن لااقل از اینها حمایت بکنن، بیان در خیابان ها و این طور ساکت نشینن. شد ایران در یک چرخش تاریخی و ایران پیروز خواهد شد. خون مهساها که ریخته شد، این گلهای شقایقی که این طور پرپر میشنن، این پیروزی ایران خاتمه پیدا خواهد کرد. بله، دانشجویان هم همینو میگن و دانشجویان اعلان کردن امروز که امسال سال سرنگونی خامنه ای خواهد بود و ما تا رسیدن به یک چنین هدفی به هر حال تظاهرات خیابانی و اعتراضی خودمون رو ترک نمی کنیم و ادامه میدیم تا چون میدونم که مردم ایران مسلما پیروز و انتظار سرنگونی این مردک پلید شیره ای رو دارن. بله، ببینید جناب شمشایی، به هر حال ایران مجبوره واقعا این کمبود و این بیمقداری که یک اکثریتی خاموش و یک اقلیتی فعال در 57 این جنایت رو ایجاد کردن، بایستی که این خود این کسانی که امروز اینطور دارن فداکاری میکنن بیهوده نمونه. من اطلاع دارم که زخمی های بسیار تعداد زیادی به همون بیمارستان نزدیک اوین، همون جایی که من آخرین بخش بیمارستانی رو داشتم در دانشگاه، بسیار
زخمی های تعداد زیادی در این بیمارستان سعادت آباد ارز کنم که بردن و تحت نظر پلیس هستند و بعد از دیدم که اینا معالجه شدن معلوم نیست که سرنوشتشون چی خواهد بود، چون واقعیت قضایی ها جناب شرشوی بی سابقه است در یک مملکتی یک حکومتی این چنین رفتاری واقعا با ملت بکنه و ملت رو ناچیز بگیره و اون وقت بگه که این درخت انقلاب آنچنان ریشه دولده که از بین رفتنه نیست. باید به این احمق و ریشه های این در اون چاه گوه دودی متعفد چمکران و اون دوازدهمی اون جا که دوازدهمی که اونجا هست اونجا این ریشه دولده. بله بسیار ممنون آقای دکتر، نظرتون رو در حال تو این برنامه در این برنامه ابراز کردین. برگردیم به آقای سیاوش عبستا و ادامه بدیم نظرات ایشون هم بشنویم. شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. من از جناب عالی و جناب عبیشورتی نهایت سپاسگزاری دارم. بسیار ممنون. بعد امسال سال سرنگونی این حکومت و امیدواریم این شرایط ایجاد بشه که یکی از خواستای منه که اگر خودم ندونستم جوانان ایران و ایرانیانی که از این رژیم لطمه خوردن این نه اجازه ندن که این سید علی فرار کنه به نقطه امنی بره، به روسیه بره، یه جایی زندگی بتونه ادامه بده، در همون ایران این رو دستگیرش بکنن، به دو ماشین چپ و راست ببندن تا انتقام مردم ایران به این وسیله از او گرفته بشه. آرزو دارم این کار زمانی بشه خود من بتونم اونجا حضور داشتم و از یک چنین کاری رو انجام بدم. بله آقای سیاوش عبستای عزیز ادامه بدین برنامه تون. استاد شرفشاهی عزیزم، نخست این که این تابلوی که اینجا پشت سر منه دختری با این گونه بی پوشش داره شامپاین میخوره در برابر شهیاد، آرزوی ماست که با شما دکتر رزبارا، دکتر قره‌بزلو، مهندس شجره عزیزم، این شجره نمیدونین چیکار کرده تو تاریخ. آقای شرفشوی بریم تهران شهیاد و همینجا شامپاین رو بزنیم با هم. این کار دختر من 10 سال پیش شیوا کشید. روزی که خمینی مرد آقای دکتر رزمارا یادشونه، من از رادیو تموم میشد اعلام کردم بریم جلو سفارت شامپاین میخوریم. رفتم جلو سفارت شامپاین را کردیم جشن و شادی. اومدن گفتن بابا یارو مرده، در مرگ کسی شادی؟ گفتم در مرگ اهرمن باید شاد بود. حالا آقای شرفشاهی نکته ولی اینه، مردم سلحشور ایران فهمیدن که مشکل ما فقط سید علی خامنه ای نیست که، مشکل ما سادات تازی حاکم بر ایران هستند. سیدهای خوب بسیار داریم که ما مخلصشون هستیم، توی جریانات هستن. وقتی میگم سادات تازی، سادات تازی همونی که بچهای ما رو میزنه گله میزنه میکشه، سادات تازی همونی که توی اوین میرن روی کوه هوای میستن با تفنگ دوربیندار یک یک زندانی ها میزنن. یکی از سردارای نظام جمهوری اسلامی آقای شرفشاهی، اسمشو بعداً میگم وقتی از کشور خارج بشه، الان شاغله تو ایران، یعنی شاغله، همه شما میشناسیدش. به من گفت سیاوش عبستا اتاقی که رهبری میکنه سرکوب های ایران رو از اول تا الان، گفت این اتاق توسط افسرای ارشد روسیه هدایت میشه و ما هممون مطیع اونا هستیم. یعنی از این که این جنرال های پوفیوز ایرانی رفتن نه پیش پوتین، نه پیش نخست وزیر، نه پیش وزیر، رفتن پیش سفیر روس در تهران، ببینیم چگونه ذلیل‌ترین عکس تاریخیه، صف کشیدن که باید فقط یه دست بدن. یعنی آقای شرفشاهی همچنان که 110 سال پیش روسیه تظاهر کنندگان مشروط خواه ایران رو در مسجد گوهرشاد به توپ بست و کشت ده ها نفر صد ها نفر رو، الان هم با خامنه ای تنها که مرده، من بارها اعلام کردم، از 10 سال پیش گفتم چجور، 7 سال پیش گفتم چجور خمینی خامنه ای وجود نداره، سیستم وجود داره، سیستم روس و انگلیس، روس و انگلیس هم برای ایران اینا متحدن، از همون جنگ های 200 سال پیش متحد هستن. الان هم روسیه است داره رهبری میکنه، افسرهای خود ما، پلیس خود ما، جنرال های خود ما، این آقای موسوی که فرمانده ارشد ارتش اینا هست، اکمال زرزری سیده، ولی تیمسار سیاری رو گرفتن زندانش کردن
من میسازش چه خبر؟ تیمسار سیاری چون فرمانده نیروی دریایی بود، شخصیت بطر 75% جسم بدنش داغونه. ما اخیرا دوباره مصاحبه که 5 سال پیششون کرده بود پخش کردیم. در ارتش ما اینا داریم. الان روسیه است، نظام سادات تازی است، روحانیت مردم ایران کلیت اینو نمیخواد و مردم ایران الان فهمیدن که این حضور امنیتی روسیه در داخل ایران های شرف شدید. برای همه شما بینین الناز رکابی دختر جوان ملی پوش ایرانی سنگ نورد میرفته کره، سنگ نوردی کرده، این موی پشت سرش مونده، تفیر تو همون کره گرفتن، بیهوشش کردن، کتکش زدن، پاسپورتش رو گرفتن، انداختنش تو اپنه بردنش تهرون. این تفیر هم فردا میارن پای تلویزیون میگه مثلا این است که اینها رو ما باید بفهمیم. جناب شرفش ملت ایران فهمیده، نسل جوان و دلیر و سلحشور ما این فهمیده، داریم میره برای نابودی نظام با اونهایی که رو نگهش داشتن، روس و انگلیس، ارتش روسیه. آقای شرفچای خیلی مهمه در ایران، حضور روسیه خیلی مهمه. این هشت شعبی و اینایی که میره، اینا همه حزب بعث صدام حسین هم، حزب بعث صدام حسین هم نوکرای چی بودن؟ روسیه بود، صدام روسی بود. الان اینو نباید ما فراموش کنیم، سرمونو کلاه نذارن. خامنه ای چند وقت مرد وجود نداره. رژیم، سیستم و استعمار جنایتکار روس و انگلیس که با هم متحدان در ایران خطر جدی برای سرزمین آریایی هستن. بعد این آخونده این روزا میدونین در ایران مرتب دارن شعار میدن اینا ما حکومت ساقط بشه ما رو میرزن تو دریا. حالا یکی از بچه ها یه عکسی کشیده، این آخوندی رو از پل آویزون کرده، خیلی جا گفته نه این کار با شما کنید، دریا نمیزیم چون دریا کثیف میشه آبش و به آب دریا تمیز خودمون احتیاج داریم. این عکس رو اگر آقای در حال امیر شهرتی بتونن نشون بدن اینجا به ما، آویزونشون کردن از یک پل فریوی که همه تماشا کنم. برای این میگه این سرنوشت شما اینه، نه اینکه به شما رو برزیم تو دریا. دریا آبش رو احتیاج داریم تمیز بمونه و شما کسافت ها رو تو دریا نمیریزیم. و این سرنوشت آینده آخونداست. بله بله واقعا جناب شرفشاهی، امروز چون جهان یک شعاری رو گرفته، زن و مرد، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر، نمایندگان مجلس، برنامه‌ساز رادیو تلویزیون، هنرمندان دنیا تکرار میکنن زن زندگی آزادی. من میخوام امشب این رو به احترام کسی که این شعار را آفرید سال 98 و الان در زندان هست، میخوام یاد این بزرگمرد آریایی ایرانی شیر، یک شیری است که الان در قفس رفته. این شیر عبدالله اوجنان بود. امکان داره خیلی از ماها با حزبش و تشکیلاتش اینا مخالف باشیم، ولی به عنوان یک عنصر آریایی تمامی کردها گرد، این اشتباهی میگن کرد چون عربا گاف نداشتن، این گردهایی که شما میبینید در سر تا سر جهان فعال شدن روی این قضیه زن زندگی آزادی، اینها شاگرده اوجلان هستن. اوجلان سال 1998 یک سال پیش از این که با یک توطئه جهانی دستگیر بشه و در زندان ترکیه اومد، یک کتابی، مقاله کوچکی نوشت، جن جیان آزادی بود، زن زندگی آزادی، و اونجا میگه عبدالله اوجلان، اونجا میگه اون لیبراسیون بتونه نشون بدین آیه شهرتی خوبه چون این عکس رو گذاشتیم ازش دیگه. یکی دیگه هست مال لیبراسیونه که عکس مال اوجلانه. اوجلان آقای شرفشاهی اومد گفت تا زن از اسلام در جهان آزاد نشه زندگی وجود نخواهد داشت و آزادی هم وجود نخواهد داشت. برای همین گفت وقتی که زن آزاد بشه از اسلام زندگی میگیره هستی و مرد هم آزاد میشه. و این که در ایران روسری رو سوزوندن و این که در ایران گیسوان خودشون رو بریدن بیاد خون سیاوش، یعنی ای پیر زن، ای پیر مرد، شماهایی که 44 سال بچه هاتون به قربانگاه بردید و آره همین عکس بله و پای سجاده ها نشستید، این بچه ها در همون سجاده های نماز شما، همون حسن حسین های شما، حسینی که از تیستفون تا گیلان ایرانی رو کشته، اونها شما امروز باید تاون پس بدید. ای زن ها، ای مرد ها، ای پیر ها، اونهایی که الان اومدن دارن مبارزه میکنن، فرزندان شما هستن، شما باید برید تو تا
تظاهرات به زودی آقای شرفشهی من به شما بگم بعد از تظاهرات برلن که در چند روز دیگه هست که تظاهرات جهانی است، تظاهرات جهانی برای خود ایران و جهان اعلام میشه، میشه تظاهرات سوم نامگذاری میشه. در این تظاهرات سوم این پیرمردها، این پیرزنها، این زنانی که پای سجاده نشستن و بچهای خودشونو از 44 سال پیش تا به امروز فرستادن پای جوخهای اعدام و تیرهایی که الان میکشه، اینا باید برن جلو، سپر بچه هاشون بده بشن، بچه هاشون زنده بمونن، اینا کشته میشن، اینا کشته میشن، زمان به اینا احتیاجی نداره. زن زندگی آزادی یعنی که اوجنان منظورش این بود. و الان هم شما میبینید تمام زیبارویان، صلحشوران، دلاوران، گردها، کردهایی که در ترکیه، در ایران، در عراق، در سوریه برای آزادی دارن میجنگن و در دنیا ایران، من به شما بگم من هفته پیش لیست اسامی ایرانیایی که وزیر و وکیل و چستم در خارج به شما دادم، دو تا اکثر اینها گردها هستن، گردها افتخار ایران هستن، اشکانیان و مادها هستن، گردها سربازان هخامنشیان هستن، گردها آقای شرفشاهی، آقای شرفشاهی، گردها اصیلترین تبار ایرانی آریایی است، در جهان افتخار آفریدن برای اینکه ایران آزاد فردا به اینها احتیاج داره. نکته پایانی که عرض میکنم این آقای شرفشاهی، یک فوندیشنی هست در فرانسه اعلام کرده به زیباترین نقاشی که سوزاندن روسری و رقص دورون رو بکشه به زیباترینش و بهترینش جایزه بزرگ تعلق میگیره. من همین اینجا اعلام میکنم نقاشا به پاخیزید، ای سینماگرا، هنرمندا، بیاین تو خیابون با مردم، ای پیر مردا، پیر زنها، بیاین توی خیابانه که شما پای سجاده نشستین روزه امام حسن و امام حسین و علی میذارید، سفره ابوالفضل میذارید، همینه که سفره ابوالفضل میذارید بچه هاتون رو کشتن، بیاین از بچه های خودتون پشتیبانی کنید. بله بسیار از شما سپاسگزارم. به هر حال مطالب جالبی را رفته در اختیار بینندگان ما قرار میدین. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. درود بر شما، سپاسگزارم از مهندس شورتی، آقای شورتی سپاسگزارم، از شما، از همین مردم ایران و از تلاش های خستگی ناپذیر سیروس شرفشاهی که سالهاست مردانه یه تنه وایستاده با روزنامه اونجا و اینجا داره مبارزه میکنه. به زودی میریم این شامپاین رو در شهیاد میزنیم آقای شرفشاهی. بسیار ممنون از محبت شما. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قرقوزلو، منوچهر رزمارا، سیاوش عبستا و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.